اینان برای ایجاد کمیته خیریه جمع شدند تا پس از این به آن 10 افراد بی‌وظائف که دچار بیماری‌های خطرناک بوده و توان پرداخت هزینه درمانیشان را ندارند کمک نمایند. این کمیته خیریه که امدادگران صحی نام گرفته است، هم‌اکنون 95 عضو دارد که از اقشار مختلف جامعه هستند. رئیس ساعت آمه هرات که مسئولیت هماهنگی این کمیته را به دوش دارد میگوید قرار است فعالیت های این کمیته به زودی در بخش های مختلف آغاز گردد. مجتمع و تمام اکثریت نهادها و بنیادهای خیریه طبی و افراد خیر بودند که این توسعه پیدا میکنه، در قالب 4 کمیته کار خواهد کرد. کمیته امدادگران طبی که شامل اطباء، مراکز طبی خصوصی و متخصصین شفاخانه هرزوی هستند و اینا بیشتر نقش درمانی رو عهده خود داشتن و تشخیصیه. کمیته ملی و تدارکات که در جلب و جذب منابع کار میکنند و کمیته اشتهارات و اعلان و دعوت هست که از خیرین دیگه و از مؤسسات خیریه دعوت خواهد کردند که به این پروسه بپیوندند و هماهنگی بکنند، و کمیته ارزیابی اجتماعی است که خواهد دیدن که یک فردی که مریض است و نیاز به کمک داره از نظر وضعیت اقتصادی شده در چه حالتی است. ما هنوز منابع مالی به دسترس نداریم، در مراحل اول کار هستیم. هرچند هم اکنون در ولایت هرات چندین نهاد خیریه وجود دارد، اما این نخستین نهادی است که به طور خاص در بخش مداوای بیماران بی‌وظائف جامعه در ولایت هرات ایجاد شده است. قاعدتا به عنوان خلا به این خاطر جمع شد، خلایی که باید پر بشه و مریضانی که سخت نیاز دارند باید تداوی بشن و مشکلات اقتصادی دارن و از راه‌های مختلف برای از اون کمک صورت بگیره. به این خاطر هدف از نشست امروز هم همینه که ما اون خلایی که در گذشته بوده رو قابل یادآوری است که طرح ایجاد این کمیته پس از آن روی دست گرفته شد که چند قبل دکتر فیروز، یک تن از نظامیان در هرات، با اثر شدت بیماری و نبود هزینه درمانیش درگذشت.